سلام بچه، امیدوارم یه روزی بیاد که همه حالمون خوب باشه. صدایی که داریم میشنوین همین امروز ضبط شده. ویدیوی که قرار ببینیم مال هفته پیشه، ولی صدا برای همین امروزه و توی ویدیو قرار داده شده. اومدم بگم که فقط از بچه‌هایی که دارن بیگناه اعدام میشن یادمون نره. من هنوز تو شوک و ضربه محسن شکاریم، یکی که عین ما بود. ممکنه یه کسی باشه، ممکنه خود من باشم. من عذرخواهی میکنم از دوستانی که دوست دارن تو این شرایط بخندن. من ویدیوی خنده دار براشون درست کنم، ولی نمیتونم. نمیشه ویدیویی ساخت که مردم رو خندوند وقتی که انقدر ظلم داره بیداد میکنه. امید روزی که بتونیم بخندیم. یادتون باشه، یادتون نره که صدای بچه هایی باشین که هیچ صدایی ندارن. فعلا. تا الان هم از فرهنگ تاریخی و ارزشمند کشورمون ویدیو ساختیم و هم از بازی‌های کامپیوتری. اینم میدونیم که کل دنیا تو کف فرهنگ ایرانن. پس به نظرتون میشه بازی‌هایی ساخته بشه که از فرهنگ ایران الهام گرفته شده باشه؟ باید بگم که آره، هیچ چیزی غیر ممکن نیست و ما هم اومدیم که امروز این بازی‌ها رو بهتون معرفی کنیم که شاید یه سری‌هاشو به خاطر معروفیتشون تجربه کرده باشید یا حداقل اسمش به گوشتون خورده باشه. اگرم که کلاً گیمر نیستید و دارید این ویدیو رو می‌بینید، خب حتماً این بازی‌ها رو تجربه کنید. ادیتور بزن بریم. بازی اول، شاهزاده ایرانی یا اون پرنس آف پرشیای خودمون. آقا این کمپانی یوبیسافت کلن عادت داره حال میکنه از فرهنگ ایران بدوشه استفاده کنه بریزه تو بازیاش. نمونهش همین اساسینز کرید خودمون. یک بار نیومده بگه من اینو از روی فرقه حشاشیون که ایرانی بودن ساختن. چندین ساله داره بازی میسازه، اسمی از ما نبرده، خودش داره پول در میاره، هیچی نمیگه. اما این آقای یوبیسافت زرنگتر از این حرفا بوده. قبل از این اساسینز کرید هم یه مجموعه داشته به اسم پرنس آف پرشیا یا شاهزاده ایرانی که ازش خیلی هم بهره برده و باعث میشه که من فشار بخورم. چرا؟ چون اولین بار که این نسخه در اومد کلی تبلیغات کردن با همین که آره ما اینو از فرهنگ قدیمی ایران باستان ساختیم، این مال ایران کهنه، متفاوت، خفنه، اصلا هم سر کسی کلا نمیذاریم. زیر میزدن به سسک، همش عربی بود، هیچ ربطی به ایران باستان نداشت. یعنی شما میای بازی رو میبینی یه ذره از فرهنگ ایرانی داخلش نمیبینی. خب حداقل یه اهمیتی میدادین، یه چیزی میذاشتین توش که به درد بخوره. خلاصه این حرکت زایعشون رو ادامه دادن. دو سه تا نسخه بعدیشون هم همین حرکت رو کردن، اما بالاخره یک نسخه کامل با اصالت ایرانی از روی شاهنامه الگو گرفته شده ساختن که پرنس آف پرشیا 4 که خیلی هم دوستش داریم، خیلی هم بازی خوبیه. بازی ایرانی با نمادها و آرمانهای ایرانی میخواین بازی کنین، پرنس آف پرشیا 1-2-3 نه 4 رو بازی کنین، عشق کنین، تمام. ارسلان The Warrior of Legend. تا حالا ترکیب یه انیمه با اساطیر ایرانی رو دیدید؟ نه. آقا میدونید که توی اروپا و آفریقا و آمریکا و کلن توی جهان فرهنگ و تمدن ایران معروفه. خیر، تو کره شمالی نیست، اون اصلا اینترنت هم نداره. حالا اینکه یه غیر ایرانی از اساطیر و داستانه ایرانی براش مهم باشه و بیاد بازی بسازه واقعا خیلی حرکت جالبیه. ما هم داریم شبیه کره شمالی میشیم کم کم. واقعا خیلی حرکت جالبیه. نه شبیه کره شمالی شدن؟ نه قبلش. آره چی گفتم قبلش؟ دوست داریم شبیه اساطیر ایران بشیم. حالا ارسلان The Warrior of Legend یه بازی با رنگ و لعاب انیمه ایه و از امیر ارسلان نامدار، یکی از مشهورترین داستانه ایرانی که نقال ناصرالدین شاه برای دختر شاه نوشته شده بود بازی ساخته شده. ولی بازی اونقدر هم مثل داستان اصلی نیست و یک هم فاز فانتزی داره و داستان از این قراره که ارسلان باید حکومت کنه به سرزمینای پارس، اما یکی از آشناهای پدرش بهش خیانت میکنه و توسط یه حکومتی بهش حمله میکنه. دیگه بقیه‌اش هم باید بزنید بکشید. خلاصه باید برید سرزمینتون رو پس بگیرید. میجنگیم، میمیریم، سرزمین امیر ارسلان سنکی را پس میگیریم. ایران بود دیگه. نمیدونم، اطلاعی ندارم. نمیخوایم پس بگیریم؟ در جریان نیستم. سیویلیزیشن سریز. خب بچه‌ها اگه از اون دست کسایی هستید که خیلی به این بازی‌های استراتژیکی و اینا علاقه دارید، دیگه سری بازی سیویلیزیشن رو میشناسید. اگرم نمیشناسید خب یعنی بهتون الان توضیح میدم که داستانش چیه. ببینید بچه‌ها، این بازی از اون دست بازی‌هاییه که واقعا اعصاب و حوصله میخواد که من هیچ کدومشو ماشاءالله ندارم و یعنی ببین فشار پشت فشار بهت وارد میشه. اینقدر بهت وارد میشه تا کچلت میکنه. حالا اینم بهتون بگم که کسایی که این بازی‌ها رو میرن و تمومش میکنن و پیروز میشن توی همه جنگ و اینا، از خود سیاستمدارای کشوری که الان توش زندگی میکنید احتمالاً توش خیلی بیشتر بلدن، یعنی بهتر میتونن کشور رو اداره کنن توی این بازی. یه خوبی که سری بازی‌های سیویلیزیشن داره اینی که درباره هر تمدنی که توی بازی استفاده کردن به خوبی تحقیق کردن و اطلاعات درستی رو ارائه دادن. در اصل یه بخش زیادی از این بازی روی همین موضوع میچرخه که حالا یعنی چی الان بهتون میگم. ببینید برای مثال توی بازی پادشاهی‌های مختلفی وجود داره. برای تمدن ایران هم که کوروش و داریوش و خشایارشا حکومت می‌کردن، توی هر دوره خودشون یه سری امکانات داشتن. حالا اول اینکه بازی در مورد هر پادشاه و حکومتی که اون دوره بوده که انتخابش می‌کنید مثلا بیاد، یه توضیحاتی می‌ذاره که داستان از چه قراره کلا. از این برم در مورد سربازا و سیستم نظامی
و علمی دقیقاً بر اساس همون دوره پیش میره بازی. مثلا گارد جاویدان که توی دوره کوروش بود دیگه، اونم توی بازی آوردن. حتی شما اطلاعاتی از اخلاقیات اون پادشاه هم میگیرید تا برای ارتباط برقرار کردن با بقیه پادشاه و حکومت‌های داخل بازی بدونید که باید چیکار بکنید. خدا وکیلی که خیلی باله، اما صبر ایوب میخواد و چیز زیاد. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده دک سیاه بعد از 3 ماه آمده ام تا درون یک ویدیو حضور داشته. میدونم پشماتون ریخت، نه فقط بعد به من گفتن که بگو تو این 3 ماه داشتی چیکار میکردی. سبزی پلو با ماهی میخوردم. بله حرف بدی زدم، به کسی برخورد. اوکی عدس پلو با گردن میخوردم. خب دوستان بریم سراغ بازی. تاریکی ابدی یا اترنال دارکنس. همونطور که میدونین کلی فیلم و سریال و بازی از مصر باستان ساختن که خیلی هم مخوف مومیایی داره این داستانه، ولی هیچ کسی از ایران و اینکه ایران باستان چه چیزهای مخوف و ترسناکی داره بازی نساخته، به غیر از این داداشمون که اومدن این اترنال دارکنس یا همون تاریکی ابدی رو ساختن. حالا داستان بازی درباره چیه؟ یه دونه ژنرال رومی از طرف مافوقش مأمور میشه بیاد ایران یه شیء باستانی رو بدزده ببره. اینا از اولش هم دزد بودن، رومیای پلاست. بعد هیچ دیگه، سعی کردن این بازی رو شبیه بازی های خوب اون دوران مثلا تومب رایدر یا مهاجم مقبره و البته نمودار نشده بسازن. به خدا اگه بدونی نمودار نشده معنیش چی میشه؟ اما آنچارتد خودمون. بله بازی خوبیه، از رو فرهنگ ما ساخته شده، سعی کردن ما رو مخوف و ترسناک نشون بدن. زیاد بازی گرافیکش پایینه دیگه. گرافیک فارسیش چی میشه؟ من 3 ماه نبودم یادم رفته چجوری فارسی حرف بزنم. ایش سیریوس سام. حالا همه شرکت‌های بازی‌سازی هم خیلی با دقت نیومدن تمدن و فرهنگ ایران باستان رو نشون بدن. یعنی فقط چون از نظر محیطی رنگ و لعاب داشته استفاده کردن توی بازی‌هاشون. مثل همین بازی سم ماجراجوی 2. این بازی بازیه که همینجوری هی زرت و زرت بعد بقیه رو بکشی و بری جلو. حالا اومدن یه سری از محیط مراحلش رو از تمدن ایران ایده گرفتن و بناهای دوره هخامنشی، یا مثلا بخوام براتون مثال بزنم یه سری از شهرها و مکان‌ها مثل معبد گیلگمش و چغازنبیل و برج بابل و برج بابل. مراحل بازی همه اینا که بهتون گفتم هستن، اما از نظر تاریخی به هیچ عنوان اهمیتی بهشون دادن نشد. کلا پش میشونه رفتن گوگل سرچ کردن خفن ترین چه میدونم پادشاهی جهان فلان اینا، مثلا دیدن تخجم شه تخجم شه داره باش تام بزنم تو بازی جذاب بشه. من تو بازی جذاب بشه باش اینجوری فان گفتم، ولی مجبور بودم بگم چیکار کردن. خب بازم اومدم جای متینو گرفتم. اینجا هم نوشته که فقط بیام کانتنت رو پر کنم، اما خب بذارید از این موقعیت استفاده کنم یه چند تا کلمه بگم. بچا ما ایده این ویدیو رو به عربستان فروختیم. چند؟ گرون. چی دادن به جاش؟ بهمون دینار دادن بشکه نفت. الان ما بشکه نفت رو بکنیم تو چی کار کنیم الان ما اونو؟ الان ما داریم عادی سازی میکنیم دیگه. الان آره عادی سازی، همه عادی سازی. دلارا رو راستی دینار رو بیار. خام باش از اسنپ قضا سفارش بدم. اسنپ تحریم دادش. خب ما وطن فروشیم. حله، برای من مرغ سوخاری بگیر. نداره. چی داره؟ بندری. نه. خیلی خب من میرم. اسماعیل میاد غلط کردی، اسکلت میاد چوبه خیر اسماعیل میاد، هر کی اومد اون برنده است.